با عرض سلام خدمت همه دوستان تریدرها، امیدوارم حال همگی خوب باشه. میخوایم لونا رو با هم دیگه بررسی کنیم و ببینیم که تو چه وضعیتیه، از چند منظر مهمه. میخوایم که توی اون اسکمی که به وجود اومده نیفتیم. میخوایم با هم دیگه وضعیت بیت کوین رو مد نظر داشته باشیم، ببینیم بیت کوین داره چیکار میکنه. این باعث میشه که ما حتی روی آلت کوین ها هم بتونیم تصمیمات بهتری بگیریم. خب لطفا با هم دیگه روی چارت همراه باشیم. من قبل اینکه الان شما دارین چارت بیت کوین میبینید در واقع، ولی قبل اینکه بریم سر وقت بیت کوین، دلم میخواد بریم سر وقت لونا. خب ببینید، در واقع الان چیزی که هست، بعضیا فکر میکنن لونا شده دونه 6 دلار. خب این لونا نیست. شما اگه تشریف بیارین تو قسمت پایین تر اینجا آلو بزنین، اصلا میبینین که این لونا نیست. این چیزیه که میگم اسکمه و در واقع دیروز به وجود اومده و قیمتش هم یه جایی تا 20 دلار رفته بود، الان اومده پایین، الان شده مثلا دونه 6 دلار. خب این لونا نیست و خود کوین مارکت کپ هم داره بهتون آلارم میده که آقا جان این اون نیست و لونا در واقع ریبرند شده. میتونید از اینجا کلیک کنین ببینینش. خب ببینید، لونای واقعی اینه، با ترا کلاسیک مشخص میشه و قیمتش 4.89 در واقع. خب حالا اگه ما اونجا کلیک میکردیم، ما رو به این صفحه میبرد. تو این صفحه شما میتونید اطلاعات جامعه رو ببینید، خود سایت لونا در واقع و از کوین مارکت کپ ما لینک شدیم به اینجا. اینجا توضیح داده که شبکه اصلی به قول معروف لونا تغییر کرده، یعنی ریبرند شده به ترا کلاسیک. اوکی، گفته کماکان از شبکه اتم کازموس استفاده میکنیم. خیلی خوب. بعد گفته که همه بالانس ها کماکان به قوت خودش پابرجاست، یعنی شما اگه توی ولتتون لونا داشتین، کسی بالانستون رو تغییر نداده. مثلا چه میدونم 100 تا لونا داشتین، اون 100 تا سر جاش باید مونده باشه توی ولتتون. منتها صرافی ها چون خیلی ها اون شبکه قبلی لونا رو پاک کردن، ممکنه عزیزانی که لوناشون توی صرافی بوده الان دیگه چیزی نمیبینن، چون صرافی اون در واقع شبکه قبلی لونا دیگه وجود نداره، اونو پاک کرده، نیست، کسی ازش حمایت نمیکنه چون وجود نداره. خب و اینجا بهمون گفته که لونا کلاسیک با سمبل LUNC مشخص میشه و استیبل کوین های لونا، یعنی USD, KRT, EUT کماکان هستند، ریبرند شدن به USTC, KRTC, EUTC. خب و این از چیز اتفاقی که افتاده. حالا این پایین تر میایین بهتون توضیحات دیگه هم میده، گفتش که آره مثلا الان داریم از این بعد با ترا کلاسیک کارمون پیش میبریم. همون توضیحات بالا یکم بیشتر اینجا گفته و در واقع الان شما باید با LUNC اگه میخواین کار کنین با اون کار کنین. و چیزی که هست الان اینا، من احساس میکنم اومدن تو قبری که دیگه مورد نداره، دارن فاتحه میکنن که یه چیزی دلش در بیاد. ببین داره با انواع اقسام مدل ها، مثلا دارم میگم با ایردراپ و عناوین دیگه، در واقعیت جذب سرمایه میخواد بکنه و با اون روش ها میخواد بتونه یه بخشی از مارکت کپ رو پس بگیره. ولی نه، این بازار بازاریه که حتی یه پروژه خیلی خوب اگه قرار باشه امروز لیست بشه، این شانس رو داشته باشه که بخواد بیاد بالا، و نه اصلا یه عرض شکست خوردهی مثل این که زندگی های مردم رو برد دیگه اعتمادی بهش وجود داره که کسی بخواد بیاد سمتش. کسی بخواد بیاد سمتش به نظر من بازیکنهای جدید میان، یعنی افراد قدیمی که یه بار این همچین بلایی سرشون آورد و اصلا دیدن که این داره در واقع چه کار میکنه. مثلا من خودم لونا نداشتم، لونا همو فروخته بودم اون موقعی که بالا بودم فروخته بودم، ولی دیدم که لونا داره چه کار میکنه. خب هیچ وقت من رغبت نمیکنم تو پروژه جدید لونا برم بخوام کاری بکنم. در واقع آدم های جدید، آدم هایی که اصلا دستی در بازار نداشتن، فقط دیدن چیزی که مثلا دو سه هفته قبل قیمتش 120 دلار بود، الان شده مثلا 4.0، مثلا 4-5-6، آها خیلی خوب، دیگه خیلی خوبه، مثلا یه بار دیگه برگرده اونجا من تلیاردر شدم. نه،
همچین اتفاقی نمیفته. حتی پارسال تو گل بازار دیدین این اتفاق برای پروژه های دیگه افتاد، مثل اینترنت پروتکل، مثل سان، و دیدین هیچ وقت بلند نشدن، قرار هم نیست بلند بشن. خب حالا اینجا به هر حال اگه کسایی دوست دارن میخوان اینا رو ترید کنن، چه میدونم هر بلای سرشون بیارن، ما سیمبل هایی که میتونه بیس پیر هاش در واقع این هاست: LUNC USDT، USTC USDT. خب این پرها، پرهایی که مال خود لونا اصلیه است، اگه کسی میخواد با لونا اصلیه کار بکنه یا لونا اصلیه رو برها تعقیب بکنه، این پرها پرهایی هست که مال خود لونا اصلیه است، تو اسکم بقیه نیفتین به قول معروف. خیلی خب بریم با هم دیگه چارت بیت کوین رو نگاه کنیم. ببینید ما بیت کوین یو اس دی تی در واقعیت تایم فریم دیلی هستیم. خب خیلی وقته، یعنی تقریبا از 12 می ما این تو هستیم، یه چیزی نزدیک فکر کنم 2-3 هفته شده نمیتونه مسیر بگیره، ولی کماکان داریم پایین منطقه 30 بازی میکنه. تایم ویکلی فکر کنم قشنگ تر بشه. خب این تایم ویکلی ما همونجوری که میبینین آخرین سنگرمون این منطقه بوده که تقریبا اون زونو از دست داده، هر طور بخوایم حساب کنیم پایین اون زونه، و کماکان هم اندیکاتورهامون همه ریزشیه، چیزی به اسم اینا هیچ برمرف نشانه ای از خرید نشون نمیدن. خب ما قبلن ها هم خیلی راجع به این قضیه صحبت کرده بودیم، ما گفتیم به احتمال خیلی زیاد بیت کوین ممکنه تا این منطقه، یعنی رقم تقریبا 20K بیاد پایین، یعنی همین طرف ها. خب ولی اینجا اگه از دست بده خب ممکنه واقعا بره سمت 10-12-7-8 اون دور بره. خب پس فعلا برای خرید بیت کوین ممکنه زمان مناسبی نباشه. گول نخورین، نگین که توی سطح خیلی خوبی مثل این نشسته، ایراد نداره. ببینین یکم دیرتر بخرین، جای درست رو برای وارد بشین. خب یعنی نگین ای وای مثلا تو گفتی نخر ما نخریدیم، مثلا الان بیت کوین شد چه میدونم 33,000 تا، نه بذارین بیت کوین مسیر بگیره، از این سطح بیاد بیرون بذارین مسیر بگیره، ایراد نداره. اصلا شما تو رقم‌های بالاتر بخرین، ولی جایی بخرین به محض اینکه خریدین بره تو مسیر صعود قرار گرفته باشه. نگاه کنی من هیچ علاقه ندارم تو این بازار بیام بیت کوین یا هر چیز دیگه ای رو بخرم. نگاه کنی الان توتال بازار در واقع آلت کوین ها به رقم خیلی پایین تقریبا 619 بیلیون رسیده. خب یعنی کم مونده دیگه به نیم تریلیون برسه. خب ببینید تو چارت ویکلی راحت تر شاید معلوم باشه، این خطی که من اینجا کشیدم 1 تریلیون بوده، این امسال به 1.7 تریلیون رسیده بوده. خب و در واقع الان 1 تریلیونش هم از دست داده، داره حوالی نیم تریلیون بازی میکنه، نیم تریلیونش میشه این طرفا. خب پس ممکن، یعنی اینو میخوام بگم پول جدید وارد بازار آلت کوین ها نشده. اینی هم که میبینین خیلی ها به ناچار این تو موندن، چون طرف از قبل مثلا اومده بود هولد کرده بود، استیک کرده بود، دیگه ارزش پولش از بین رفته، ترجیح داده اون چیزی که از قبل خریده رو مثلا نگه داره، مثلا سیاستی که همش خودم دارم نگه داره، حالا ببینه چی در میاد. خب وگرنه فکر نکنین همین رقمی هم که میبینین، یعنی نیم تریلیون، الان نیم تریلیون دلار مردم اومده اینجا سرمایه گذاری، نه مردم خیلی هاشون کسایی هستن که در واقع به ناچار اینجا گیر کردن. خب پس حواسمون باشه و فراموش نکنیم این بازار چرا حرکت کرد، به خاطر اینکه ایلان ماسک اومد شد پدرخوانده این بازار. خب تا ما در واقع محرک جدید نداشته باشیم این بازار حرکت نمیکنه. این بازار مثل بازار طلا و نفت و سهام نیست، این بازار یه بازار غیر مولده. به خاطر همون این بازار باید یکی با یه پول وحشتناک بزرگی بیاد، مثل اون دفعه که ایلان ماسک این کارو کرده بود، مسئولیت این بازار رو به عهده بگیره، بگه من پولم آوردم اینجا که بقیه هم اونو بخوان دنبال کنن. کسی نخواد یه همچین پول بزرگی رو فالو بکنه، به نظر من این بازار حرکت بکن نیست. خب حالا بعد صبر کنیم تو بجا. الان که بیشتر اصلا دوچار بازار حراسی شده، کسی علاقه این نداره اصلا وارد بشه. حالا یه چیز دیگه رو می‌خواستم نشون بدم، دامنه بیت کوین رو با هم دیگه لحظه نگاه کنیم. ببینید دامنه بیت کوین الان رو 46.43% خب
این پایین ماینا که بودیم، آلت کوین ها یه زمانی یه دور خوبی برداشته بودن، همه فکر میکردن که ما آلت سیزن داریم. من توی ویدیو توضیح دادم، فکر کنم مربوط به ماه فوریه بوده، کامل توضیح دادم که واسه آلت سیزن باید مثل سریای قبلی دامنه بیت کوین، بیت کوین دامیننس باید به منطقه 60-70% برسه. برگشت از اون ناحیه است که در واقعیت من چارت ویکلی هستم، اینا که شما یه تیکه که می‌بینید خودش چند ماهه، خب اون باعث میشه که آلت سیزن باشه. یعنی این دفعه ممکنه، واقعا دارم میگم عذر میخوام، خیلی ها له بشن، خیلی ها نابود بشن، ولی این میاد بالا. اونایی که مخصوصا تو آلت کوین ها هستن واقعا ممکنه زندگی هاشون رو از دست بدن، حتی اونایی که با بی مبالاتی، با عرضم به حضورتون که بی برنامگی، صرفا فقط طرف یه پولی رو تونسته اجور کنه، اما بیام اینو بذاریم اینجا مثلا 5 برابر میشه. خب اینجا که کازینو نیست، شما باید علمشو میداشتین و به غیر از علمش باید سرمایه‌تون رو میتونستین مدیریت کنین. بارها و بارها و بارها من گفتم که همه پولتون رو هیچ وقت تو یه مارکت نبرین. خب حالا با همه کیفیت، این بیت کوین دامیننس هرچی بره بالاتر، دامنه آلت کوین ها در واقعیت کاهش پیدا میکنه، قیمت آلت کوین ها میاد پایین تر. مخصوصا به غیر از اتریوم بقیه آلت کوین ها ممکنه له بشن اصلا. خب ولی از اون بالا که بیت کوین دامنش رو بتونه به تا 60-70 برسونه، بیت کوین شروع بکنه به کاهش دامنه، آلت کوین ها شروع میکنن به بالا رفتن، ما میشیم آلت سیزن. خب که مطمئن باشین اون موقع ما پروژه جدید خواهیم داشت. یعنی توی آلت سیزن بعدی به نظر من ما مثلا ارزی مثل آدا رو توی تاپ 10 نمیبینیم، سولانا رو توی تاپ 10 نمیبینیم، به احتمال خیلی زیاد بی ام بی رو توی تاپ 10 نمیبینیم. ما اون موقع ارزهای جدیدی خواهند آمد که پول به سمت اونها خواهد رفت. الان میبینیم توی این بازار داغون پروژه جدیدی معرفی نمیشه، ولی به محض اینکه این بازار به اون ثبات رسید که بخواد حرکت بکنه، یعنی دنبالی آلت سیزن هستیم در واقعیت، اون موقع موقعیه که شما پروژه جدید رو خواهید دید و در واقع میتونین اگه دنبال آلت کوین هستید اون موقع سرمایه گذاری کنید. الان این روزا من به هیچ وجه به قصد سرمایه گذاری توی بازار کریپتو نمیام. خب امیدوارم که عزیزان چه در مورد لونا، چه در مورد سایر آلت کوین ها، چه در مورد بیت کوین جواب سوالشون گرفته باشن. نظر شخصی من بود، به هر حال شما خودتون واسه خود پول خودتون باید تصمیم بگیریم، چون مسئولیتش با خودتونه. خب این کاری بود که من میخوام انجام بدم. امیدوارم همگی سعی و سلامت باشین، آخر هفته خوبی داشته باشین، وقت همگی بخیر.